سلام، بر ساعت خبر با من شکیلا شمس از تلویزیون یک خوش آمدید. جشنواره فرهنگی زیر عنوان سیبرخش با حضور تعداد از شاعران و فرهنگیان در ولسوالی بهارک بدخشان راه اندازی شد. در این جشنواره شاعران و فرهنگیان بدخشانی با وصف سیبرخش، یکی از معروفترین انواع سیب در شمال افغانستان، شعرهایی را خواندند. سازمان افغانستان آری از پولیو از آمادگی آغاز دور جدید واکسینی فلج کودکان و روز شنبه هفته روان در مناطق مختلف کشور خبر داده است. هرچند این سازمان آمار کودکان را که در این دور واکسین را دریافت میکنند روشن نساخته، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 5 ماه پیهم در افغانستان هیچ رویداد تازه پولیو ثبت نشده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در امور افغانستان از دولت استرالیا خواست که به خانواده های افرادی که از سوی نظامیان آن کشور در افغانستان کشته شده اند غرامت بپردازد. در بیانیه سازمان ملل متحد گفته شده که یک پژوهش نظامی در 2020 نشان داد که سربازان استرالیایی 39 زندانی را در افغانستان کشتند و برخی از قربانیان پیش از قتل شکنجه شدند. وزارت داخله امارت اسلامی در واکنش به گزارش تازه سیگر مبنی بر رونق یافتن تجارت مواد مخدر در افغانستان گفته است که این ادعا بیجا است. امارت اسلامی میگوید که یکی از اقدامهای عمده و اساسی آنها در ماهای پسین مبارزه جدی و قاطعانه با مواد مخدر بوده است. جاده هموارسازی جاده ابریشم در نقطه صفری میان افغانستان و چین تکمیل شده و در حال حاضر رفت و آمد تا سرحد میان این دو کشور امکان پذیر شده است. مسئولان پروژه سرکسازی در ولسوالی واخان بدخشان از تلاش ها برای قیرریزی این جاده نیز خبر می دهند. معاون اداری ریاست الوزراء با برخی از دانشجویان ولایت‌های گوناگون کشور دیدار کرد. عبدالسلام حنفی در این دیدار گفته است که برای عرضه خدمات صحی بهتر امارت اسلامی تصمیم گرفته تا شفاخانه ای را با معیارهای پذیرفته شده ایجاد کند. معاون اداری ریاست الوزراء همچنان افزود که امارت اسلامی در زمینه رسیدگی به خواست‌های دانشجویان اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد. این بود مهمترین ها این ساعت که تقدیمتان گردید. تشکر از توجهتان. با بقیه برنامه های یک همراه باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.